آقای گلچین، میخواستم که یکی از قشنگترین خاطراتتون تو طول مدتی که میخوندید توی رادیو و تلویزیون، چیزی که تو ذهنتون مونده و یه چیزی که یه خاطره قشنگتون واسه بینندگان عزیزمون بگید. والا رفتن به رادیو تلویزیون اینا همه، هر کدوم از این برنامه ها یه خاطره داره، ولی یک خاطره ای که برای شنونده های ما، بیننده های ما هم تا حدودی جالب باشه، اون اینه که چون برنامه ها زنده بود و ما رو در بعضی از اوقات هم گریم می کردن، مثلا من در نقش سعدی ظاهر می شدم که اون مخمس مرحوم شهریار رو که یک از کلک هنر نقش دلنگیز خدایی، حیف باشد مه من که این همه مهر جدایی، گفته بود جگرم خون نکنی باز کجایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از اون به که ببندی و نپایی. این رو من در قالب سعدی میخوندم. بعد قطعات بعدی رو خانم خواننده میخوند در مقام مثلا معشوقه سعدی. مثلا من چون برنامه زنده بود و وسیله اونچنانی هم در اختیار نبود، گریمورای من که باید من ریش میذاشتن و در قالب سعدی میبردن، همه دم در خیابون در ورودی تلویزیون واسطه بودم، یکی چسب میزد یکی پشم میچسبون به صورت من، و این خاطره برای من از قدیما موند. به زحمت چجوری ما رو با سلام صلوات بردن تا جلوی دوربین که یه مقداری از وقت تلویزیون گرفته شد، ولی مجسم کنید که یه آدمی نفس زنان از این سربالی میخواد بره بالا با اون همه گریمور و ریش و پشم و اینا و بیاد بره آوازم بخونه. این برای من یه خاطره از، ولی خاطره در خصوص خوندن برنامه ها و شعر و شاعری و اینا خیلی زیاده که انشاءالله در فرصت های بعدی برزی میرسه. یه سوال دیگه ای که داشتم این بودش که شما تو زمان خودتون خیلی گل کردید و محبوب بودید و معروف بودید، ولی بعد از انقلاب دیگه با اینکه شما راحت میتونستید مجوز خوندن بگیرید چون موسیقی ملی میخونید به قول خودتون، راحت میتونید مجوز خوندن بگیرید و دوباره شروع کنید و دوباره برگردید به دنیای هنر، ولی بعد از انقلاب کار هنریتون رو استاپ کردید. بعد از انقلاب من 3 کاست اجرا کردم، یکی به نام لاله سیاه، بله، یکی شعر و عرفان، متاسفانه اسامیشون یادم رفته، که اولی رو با مرحوم مشتبه میرزاده و منصور نریمان و اینا اجرا کردم. بعد در بعثت حضرت محمد قطعه اجرا کردم که بعد نیست اینم تو برنامه تون پخش کنید، و قطعاتی از ساخته های مهیار فیروزبخت اجرا کردم برای بعد از انقلاب. شور و شکوه عالم امکان محمد است، نور و سرور چهره ایمان محمد است، حق را هم از طلوع محمد توان شناخت،
حق را هم از طلوع محمد توان شناخت، آیینه دار طلعت یزدان محمد است. Thank you.
چراغ دلهایی همه را رهبر. آهنگسازی که مطابق با اون سبک و حالات من خواسته باشه آهنگ بسازه به من پیشنهاد نشد. درست. و منم دوست نداشتم که مثلا هر آهنگی رو اجرا کنم. درست. دوست داشتم که الانم دوست دارم که اگر یکیسی باشه که نل به نل با سبک و حالات و ویبراسیون ها و تروکایی که در هر خواننده به صورتی هست درست. ساخته بشه و آماده بشه، من پاپس نیستم، پاپس نمیزنم، ولی تا به امروز شاید بخوام اقرار نباشه به من پیشنهاد نشد. درسته. و با توجه به اینکه شما یه مریضی رو هم یه مریضی خیلی جمع پس کردید، کسالت خدا شکر که امروز سالمید و مدخل من هستید، کسالت بسیار شدیدی رو پشت سر گذاشتم که منجر به 15 کیلو کسر وزن شد در من. یکی از آثار ظاهری و فیزیکیش اینه. خب بیماری بود به نام سرطان ریه که خب به قول معروف اون فشنگ و وقتی از شکارچی بخوام بگیرن دیگه چیزی برای شکار نمیمونه. بله این گرفتاری هم بودن. خدا رو شکر امروز سالم هستید و خوب هستید و مدخل من هستید. با دعای دوستان. آقای گلچین، اصولا وقتی که مردم یه آهنگی رو میشنون فوکوسشون روی خواننده است، یعنی اون آهنگی که ساخته میشه رو به اسم اون خواننده میشناسن، در صورتی که ما میدونیم توی خلق کردن یک اثر قشنگ یا یک اثر فقط خواننده دخیل نیست، نوازنده، تنظیم کننده، آهنگساز، شاعر و و و کسای دیگه هم دست دارن. همینطور. میخواستم که راجع به این یه توضیحی بدید واسمون، ببینیم که از نظر شما آیا واقعا خواننده مهره اصلیه اون چیزه، یعنی که نه توی خلق کردن یه اثر چقدر و چقدر بقیه سهم دارن تو خلق کردن یه اثر. بله. بله. اگر این رو ما سه ضلع مثلث فرض بکنیم، در رأس این عقیده من، هر کی عقیده شخصی خودش رو داره، بله، در رأس این شاعره. درست. یعنی اینقدر نقش شاعر در خلق یک اثر، یک تصنیف، یک آهنگ مخصوصا ایرانی اثر بخشه. اون رأس بعدیش، اون ضلع بعدیش آهنگسازه. بله. اون ضلع مکملش که جه رتبه سوم داره البته، ولی مکمله، خواننده است. بله. اگر ما با بهترین صداها و با بهترین نوسانات صوتی و اوج حزیز هرچی که حساب بکنید شعر سست ادا کنیم، بیان کنیم، آهنگ رو از زیبایی میندازه. اساس کار با شاعر و بعد با آهنگساز و بعد تکمیل کنندش هم که خواننده است. ولی من حس المضمون میاد به نام خواننده تمام میشه. درسته. چون خواننده اون رو عرضه میکنه. از این نظر والا باید انسان‌های معقول
به این مسئله فکر کنن، به شاعرش فکر کنن، بپرسن اصلا این تصنیف شاعرش کی بوده، سوال کنن. بله. به من که میرسن، من اول شاعر رو معرفی میکنم. درسته. بعد آهنگساز رو معرفی میکنم. بله. و نوازنده. و اگرم کسی توش تکنوازی کرده که خب اولویت داره و باید بهش تو جامعه معرفیش کرده. بله. این مسئله در موسیقی ما شعر حرف اول میزنه. درسته. بله. توی مدت که کار میکردید، تاریخچه زندگی هنریتون، با اساتید مختلف کار کردید، میخواستم ببینم که با کدوم یکی از اینا راحت تر بودید کار کنیم و سبک کدوم یکی از این اساتید رو بیشتر قبول داشتید و میپسندید. من از نوازنده های مزرابی، یعنی مخصوصا تار. بله. که با آقای هوشنگ ظریف بله. کار کردم. بله. و ایشون یکی از نوازندگان بسیار بسیار چیره دست و در این حال انسان والای جامعه ایرانی ما هستن که بله. به حق باید به ایشون همه سر تعظیم فرود بیاریم. از مزرابی ها بازم آقای فرهنگ شریف. بله. که واقعا گل سرسبد نوازنده های ایران هستن، هم به لحاظ فنون موسیقی هم به لحاظ اخلاق. بله. و آقای منصور نریمان نوازنده معروف عود که شاگردان زیادی رو پرورش داده و تحویل جامعه داده، اینا همشون قابلیتن. چون موسیقی شما اطلاع دارید، خودتونم دست و کار موسیقی دارید، کار ساده ای نیست. درسته. یکی از فنون بسیار سخته، یکی از هنرهای بسیار سخته هر جامعه ای فراگیری موسیقیش. بله. یعنی باید اینقدر اون جوان، اون بچه، اون نوجوان، هرچی، اینقدر زمان رو باید تحمل بکنه، اینقدر پدر مادران، پدران و مادران باید تحمل بکنن تا یه کسی نوازندهی بشه، مثل مثلا پرویز یاحقی. بله. یا حیب‌الله بدیع یا حالا در غرب فرق نمی‌کنه. اینقدر زق و زوق این ساز رو باید تو خونه تحمل کنه تا این بچه پرورش پیدا کنه. درسته. همین سادگی نیست که به آمده رفته رو صحنه و مثلا ویولون زده یا پیانو زده یا هرچی. درسته. زمان‌ها گذرونده، کفش‌ها پاره کرده با من تا به اینجا رسیده. و اصلا میگن که یکی از راه‌های شناخت فرهنگ یک کشور موسیقی اون کشور. موسیقی اون کشور. خیلی مهمه. بله. و ادبیات اون کشور. درسته. بله. درسته. بعد میپرسن که سرمایه‌اش چقدر بود. درسته. آقای گلچین، بعد از اینکه شما خوانندگی رو استاپ کردید، یه سری از خواننده‌هامون که توی لس آنجلس بودن و ایران، مثل آقای علیرضا افتخاری، آقای معین، آقای داریوش و چند نفر دیگه، از شما اجازه گرفتن، حالا تا اونجا که من میدونم، یا نگرفتن نمیدونم، آهنگای شما رو دوباره بازخونی کردن. میخواستم نظرتون رو با ترجمه که میدونم یه خواننده وقتی برای یک اثر زحمت میکشه و اون اثر رو خلق میکنن، حالا خواننده، نوازنده، شاعر و همون مثلثی که شما فرمودید، میخواستم ببینم نظرتون و احساستون به اینکه این خواننده ها آهنگای شما رو بازخونی کردن چیه؟ من یک کم برگردم به عقب. من خودم وقتی به من پیشنهاد شد که آهنگ آمد نوبهار مهدی خالدی رو بخونم، چون این رو خانم دلکش اجرا کرده بود، به آقای خالدی گفتم که آقای خالدی من نمیخونم. باور کنید مثل این که همین الان دارم با شما صحبت میکنم، این صحنه مرحوم جواد معروفی هم حضور داشت. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه ایشون رو به نحو شایستی خانم دلکش خونده، حالا من برای چی بیام اینو بکنم؟ گفتم آقا آهنگ مال منه و حالا دوست دارم که ایشون دادم به شما هم بدم که شما اجرا کنید. گفتم یک راه فقط مونده، اونی که از ایشون اجازه بگیرین
اگه اجازه دادن من اجرا کنم. به هر صورت بعد از کلنجار رفتنهای خیلی زیاد پذیرفت، میره به خانم دلکش در میان میذاره، ایشون هم میگه که این نوار رو پر کنید، پر شده شو برای من بیارید، من گوش کنم، بعد اون موقع به شما بگم که اجراش بکنید یا نکنید، یعنی پخشش بکنید یا نکنید. این مسئله اخلاقیه. درسته. من آمدم و پخش کردم و نوارشم بردم برای ایشون، خدا رحمتشون کنه خیلی تایید کردن که الان نمیدونم نوارش در اختیارتون هست یا نیست. بله. اجرا بکنید. این همون خاطرات اون روز رو بیاد میاره. اما هیچ کدوم از این آقایون، نه آقای افتخاری، نه آقای داریوش، نه آقای معین، هیچ کدوم از اینها حتی یه زنگ کوچولو هم به من نزدن. و با وجودی که بعضی ها سبک و سیاق کارشون نبود، ولی با این احوال آمدن اجرا کردن و نمیدونم در اینجا چی باید گفت، یعنی اخلاق مداخله کرده یا نکرده. درست. مثلا من حالا نام نمیخوام ببرم، تعدادی از این آهنگا رو که یکی از هنرمندان عزیز ما در امریکا اجرا کردن، اصلا آهنگ به سبک کار ایشون نمیخورده. نمیخوره. درست. میدونید مثل که من حالا خواسته باشم بیام یک کاری رو از یک خواننده معروف جهانی، درست، مثلا، یا نه اصلا از خواننده های خودمون تقلید بکنم، در حالی که مطابق ذوق و سلیقه و حالات من نباشه، اصلا به صدای من نخوره. نباید این کارو بکنن، چون دیگه آهنگ که قطع آهنگ نیست که، آهنگسازش موجوده، میتونن برن ازش آهنگای دیگه بگیرن، مگر اینکه بیاد بگه که من نسل جدیدی، ببین از توی نسل قدیمی اینو شایسته تر میخونم. درسته. دوتا امتیازم بگیره اقلا. درسته. اما اگه بره اون قبیرم خرابش کنه، اون دیگه معقول نیست. و چه بهتره که خواننده هامون که میخوان آهنگ های خواننده های قدیمی و اونهایی که به خصوص در قید حیات هستن و بازخونی کنن، ازشون یه اجازه بگیرن و یک احترامی بذارن. استاد بالچین، سوال بعدی که میخوام، یه در واقع سوال نیست، من در محضرتون که بودم خیلی لذت بردم، اولا مشاله به این حافظه که شما اینقدر شعر حفظید، دو اینکه یه شعری واسه من خوندید یه چند ماه پیش که من خیلی این شعر دوست داشتم، شعر نو بود و حالا خودتون توضیح میدید و این شعر کامل حفظ بودید، دوست داشتم که این شعر واسه بینندگان عزیزمون بخونید و میدونم توی یکی از برنامه ها و کنسرت های توی ایران هم روی صحنه این شعر رو اجرا کردید و خیلی قابل تقدیر بود و خیلی هم مورد استقبال بیننده هامون قرار گرفت. اگر که لطف کنید اینجا برای بیننده های ما این شعر رو بخونید خوشحال میشیم. مرسی. بله، خدا کنه که در حافظم هنوز وجود داشته باشه. حتما. چون به هر صورت زمانی ازش میگذره، این اول ماجرای شعر رو بگم. بله. که در یه مدری حضور ذهن داشته باشن بینندگانتون، در خصوص شاعر در مورد هنرمند شایسته‌ای گفته این شعر رو که وضعیت مالی خوبی نداره، همیشه درگیر گرفتاری‌های زندگیشه، یه شبم که میاد با مدیر تئاتر قرار میذاره که بیاد یه پولی به عنوان کمک ازش بگیره، اون شب رو مدیر تئاتر زودتر رفته بود بیرون و این میاد پیش خدمت مراجعه میکنه و میگه مدیر تئاتر رفته و این همجور با حالتی گرفته و مغموم و ناراحت و دست به گریبان گرفتاری‌هاش میاد تو خیابون، فرسایی که میزنه تا در خونه و اینا، الهاماتی بهش میشه از در و دیوار و گوشه و کنار اینا تا این شخص میرسه به خونش. این گرفتاری این هنرمند بزرگ رو شاعر به عنوان درد یک هنرمند به شعر کشیده. بله. شعر یه مقداری بعضی جاهاش وزن و قافیه و اینا داره، ولی در معنا شعر نوعه. نوعه. بله. به نام درد یک هنرمند. بفهم. بازی تمام شد، همه رفتند،
جز سکوت بازیگری نماند و تماشاگری نماند. او ماند با دلی که ز اندوه زندگی بیتاب و خسته بود، رنگ ز رخسار پاک کرد تا رنگ خویش گیرد. پیراهن تمیز نمایش را آویخت روی چوب، تنها لباس مندرس و رنگ رفته را پوشید بر تنش. مهدی مدیر نیست؟ خیر قربانو، از غروب رفته. امشب قرار بود به من مساعده. لبها به هم فشرد و سخن ناتمام ماند. آهسته از تئاتر برون آمد. در آسمان هزاران فانوس پرفروغ، چشمک زنان و مست چو بازیگران شوخ، با چیرگی به پرده شب چنگ می زدند. رامشگران باد می کوفتند پای بر چهره فسرده بازیگری فقیر، کارام و بیقرار از راه می گذشت. اندوهناک و غمزده در گوش خویش داشت تنها تنین زنگ صداهای آفرین. خاموش زنگ ها فریاد های شوق، زنگ دلم نمی برد این بانگ اشتیاق. این لاله های سرخ، گل های افتخار که هر شب به روی صحنه زیر پای من لگد کوب می شوند، اینها جوابگوی غم و رنج نیستند. وقتی به صحنه پا گذارم، در پرتو نگاهم، در گرمی کلام شرربارم، در سحر بازیم، همه از یاد می روند. تنها منم که حاکم دلهای مردمم. با عشقهای من همه می گریند، با خنده های من همه می خندند. اما در آن میانه که چون شب بام داد، من جان خیش در ره بازی تبه کنم، کی در ازای خنده من اشک تلخ را، فریاد درد را میخواند آشکار؟ کی از میان اون همه مردم با رنج من نشانی درد من آشناست؟ وقتی که پرده افتاد، من مانم و فشار روانکاه دردها، من مانم و نوای پریشانی، من مانم و حقیقت عریان و تلخ و سخت، شرمنده در برابر ششمان همسرم، در پیش کودکم. فردا چو صبح شد، رنج نداری سیار من، دستی تهی، دلی ز غمم باشته پریش، اینها سیار من. خاموش زنگ ها فریاد های شوق، در پیشگاه زندگی این تاج افتخار بی پا و بی بهاست، تا خوشه هنرور من شوق و ذوق من باطی چه تلاست. این رنج پا به جاست، رنج پا به جاست. مه نور می فشاند در دامن خیابان، باریک آب جوی سرخوش ترانه می خواند. از دور می شکست تاریکی سیاه شب پرفسانه را آوای کوچه گرد. چرا از ناله پر کردی چمن را؟ چرا نالان کنی دشت و دمن را؟ بیا با ما که با هم جور باشیم، همیشه روز و شب محشور باشیم. بهار آید، گل آید، سنبل آید، چمن از بوی گل در غلغل آید، غم دلها سر آید. شاد باشیم که از صحرا نوای بلبل آید، در پیش چشم اختر شب زنده دار شب، با رنج تنگ دستی آرام و بی‌شتاب می رفت سوی خانه هنرپیشه‌ای بزرگ. مرسی. مرسی، واقعا خیلی ممنون. انقدر این شعر رو با احساس خونید که من کم کم داشت اشکم در می اومد و واقعا خیلی قشنگ بود. و خب بازم گفتم ماشاءالله به حافظتون که این شعر رو به این طولانی حفظید و شعرهای دیگه و در محضر شما خیلی لذت بردید. بسیار، ما گفتیم اساس و پایه و اون فونداسیون اصلی موسیقی ما شعره. یعنی شعر رو اگر من هم مثلا روی همین میشه الان مثلا قطعی آهنگی گذاشت که یک حالت یه سمفونی کوچولو پیدا کنه، درسته، اون اگر چیز خوبی از آب در بیاد اون ارزش شعره. درسته.
آهنگم در کنارش میاد میسازدش. بله. خواننده میاد کاملش میکنه. بله. من اعتقادم اینه که یک هنرمند هر قدر که هنر والایی داشته باشه و قدرت هنرمندیش هم زیاد باشه، تو هر شئونی فرق نمیکنه، میتونه خواننده باشه، میتونه آهنگساز باشه، میتونه نوازنده باشه، میتونه نقاش باشه، میتونه خطاط باشه، تو هر صنفی، تو هر رشته‌ای باید جامعه هم ازش حمایت کنه. یعنی جامعه اگر حمایت نکنه نمیتونه سر پاش بیسته. درست. الان همه این افرادی که در ایران، برصد ما ایرانی هستیم، داریم از ایران خودمون بیشتر صحبت میکنیم، بله، که گله میکنن، گله گذاری میکنن، برای اینه که مردم متاسفانه زیاد ارج و قربی نمیذارن. مثلا یه اثری با صدها هزار هزینه میاد به بازار، ولی خیلی راحت از این دست به اون دست میره و چیزی هم گیره. جامعه باید اینا رو درک بکنه که ما اینقدر هنرمند فقیر تو جامعه نداشته باشیم. درسته. چون برسه سازمان ها یه مسئولیتی دارن. درسته. ولی شاید اونقدر نباشه که بتونن همه رو زیر بال و پر خودشون بگیرن، زیر پوشش خودشون بگیرن. درسته. جامعه باید یه مدلی فکر این چیزا رو بکنه که انشالله خواهد کرد. از ما که گذشت، من اینی که دارم میگم مربوط به نسلی است که الان با هزار زحمت، با هزار زحمت، و الانم بگم به شما هیچ بحث، هیچ نوع تبلیغاتی در اینجا اصلا نیست. یک واقعیته که من به رأی العین دیدم، دارم میگم خیلی مردم رو آوردن به هنر موسیقی. درسته. خیلی، یعنی کلاس ها و مدارس موسیقی و اینا، مخصوصا اونایی که به طریق سازمان های شخصی خودی اجرا میشه، انجام میشه، واقعا جوابگو نیستن. درست. اینقدر مردم خانواده ها رو آوردن به موسیقی و اونا، اون مسئله دیگه مشکلاتش هم برطرف شده. درسته. امیدوارم که به اون دانشی که باید برسیم، که بدونیم که خب وقتی که یه اثر از یه هنرمند میاد بیرون، حالا به قول شما هر هنرمندی میخواد باشه، خطاط، نقاش، خواننده، نوازنده، اینه که اون اثر اورجینالش رو همه برن تهیه کنن و کپی رایت نکنن، همینجوری که جوامع خارجی به هنرمنداشون بها میدن و هنرمندا رو ساپورت میکنن و حمایتشون میکنن، و تو تمام جوامع غربی میبینیم که هنرمندا جز قشرهای مرفه جامعه هستن. نه. توی ایران ما یه روزی اینجوری باشه و به اون دانش برسیم که بریم هر اثری رو اورجینالش رو تهیه کنیم. همین قانون کپی رایت اگر خواسته باشه توی مملکت پیاده بشه، درستش هم پیاده بشه، یه مقدار زیادی از مشکل و مشکلات حل میکنه. درسته. ولی هنوز چیز نداره، وجود نداره. دقیقا. آقای گلچین، یه چیزی که واسه من جالبه همیشه واسه توی هنرمندا، حالا هنرپیشه ها، نوازنده ها، خواننده ها، یا کسایی که بالاخره جلوی کامرا بودن و مردم میبیننشون، با چهرهشون آشنا، دوستم بدونم که برخورد مردم بیرون، مثلا خیابون میرفتید، خرید میرفتید، یا هر چیزی اون زمانی که میخوندید و همه با چهرهتون آشنا بودن، و حالا برخورد مردم با شما به چه صورت بود و شما چه احساسی داشتید از برخورد مردم با شما؟ اینا اشاره به گذشته میکنید، اشاره به همین نزدیک؟ فرقی نمیکنه، حالا تو گذشته خب بیشتر همه چیز بودن. خب در گذشته من تلویزیون، چه تلویزیون شخصی و چه در تلویزیون ملی که بعد دولتی شد، البته خیلی در تلویزیون ظاهر می شدم. درسته. به مناسبت ها که آهنگ های سعی می کردیم مطابق میل و ذائقه بیننده ها مونم بخونیم، خب بیشتر
به طور کلی هر برنامه رو که هر شب ما اجرا میکردیم، چه به صورت زنده چه به صورت ضبط شده از قبل، میامدیم مورد تشویق مردم و مورد دلجویی مردم قرار میگرفتیم به طور طبیعی. من خاطرات خیلی زیادی دارم و دوستان خیلی زیادی از کنار این دارم که شب برنامه وقتی به صبح رسید به دوستان ما تعداد زیادی اضافه شدن. فرصت با هم سفرهایی داشتیم تو تهران، تو خارج از تهران، غیر زالگی. بعد از انقلابم برای سنینی که از لحاظ سن و سال با ما یه مقداری مطابقت میکردن مورد محبت قرار میگرفتم و مردم کوچه و بازار هیچ وقت من ندیدم که بخوان انتقادی بکنن. حالا اینو من به این نظر از این نظر عرض نمی کنم که مثلا خواننده مورد انتقادی نبودم، از نظر خیلی از مسئولین و از زعما و هنرمندان دیگه ممکنه خیلی عیب و ایراد هم داشته باشم، ولی بر تقدیر بین جامعه کلی، بین عموم مردم، من تا به حال ندیدم کسی اظهار عدم علاقه بکنه. خوشبختانه همه پذیرای شما و تا این سن که رسیدیم الحمدلله سعی کردیم که با مردم باشیم، مخصوصا که من هم خیلی موسیقی ملی اصیل اجرا کردم و همین که موسیقی های ریتمیک هم اجرا کردم. از اون که مژگان میزنی تیرم چند، خب این بله. شیشه هشت دیگه. بله دقیقا. حالا شما خودتون میدونید من خیلی اهل تعریف کردن و علکی از کسی نیستم، ولی این آقای گلچین ما علاوه بر این که هنرمند خیلی خوبی هستن، پرسنالیتی بسیار بسیار مهربون و خوبی دارن و اینی که میگن واقعا درست میگن، چون بدون استثنا من ایشون رو از قبل میشناستم و سعادتی بوده که در خدمتشون باشم، ولی واقعا هر کسی رو که توی جامعه ایران آدم باش برخورد میکنه و ایشون رو میشناسن ارادت خاصی نسبت به ایشون دارن و همه از ایشون پیر و جوون و کوچک تعریف میکنن. اینی که میگید که خب بله مسلمه شما مورد انتقاد هیچ کسی قرار نگرفتید و ساپورت شدید. خب استاد گلچین، من کتاب حافظ میبینم جلوتون، میخواستید ما رو مهمون کنید به یه شعری از حافظ؟ اگر که لطف کنید که ما رو مهمون کنید ممنون میشم. خیلی ممنون. ولی حافظ که در هر خونه معمولا هست، بله، و من کمتر خونه میشناسم که علاقمند به ادبیات نظم و نثر فارسی باشه، اسمش هم ایرانی باشه، یعنی ایرانی اصالت ایرانی بودن داشته باشه و حافظ نداشته باشه. هر خونه داره، حتی بعضیا چندین حافظ با وضعیت‌های فیزیکی مختلف، این حافظ هم به سعی سایه جمع‌آوری شده، قطعا حافظ بسیار خوبی خواهد بود و ما از بینندگانمون، از شنوندگانمون خواهش میکنیم که بعد از خوندن سوره الحمد به روح پاک حافظ شیراز پیش خودشون نیتی بکنن، شاید پاسخ حافظ همون پاسخی باشه که دنبالش میگردن. انشاءالله که همینطور باشه. بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ای نور چشم من سخنی هست گوش کن، چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. پیران سخن ز تجربه گویند، گفتمت هان ای پسر که پیر شوی،
پند گوش کن. تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت، همت در این عمل طلب از می فروش کن. از خدا بخواه. برگ نوا تبه شد و ساز طرب نماند، ای چنگ ناله برکش و ای دف خروش کن. در راه عشق وسوسه اهرمن بسیست، پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن. با دوستان مزایقه در عمر و مال نیست، صد جان فدای یار نصیحت نیوش کن. ساقی که جامت از می صافی تهی مباد، ساقی که جامت از می صافی تبه، ساقی که جامت از می صافی تهی مباد، چشم عنایتی به من درد نوش کن. سرمست در قبای زرافشان چو بگذری، یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش کن. سرمست در قبای زرافشان چو بگذری، یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش کن. درود به حافظ. مرسی استاد از شما، واقعا که شعر زیبای حافظ یه شعر خیلی قشنگی بود، به دل من که خیلی نشست. امیدوارم و با بیان شیوای شما امیدوارم که بینندگان عزیزمونم پاسخ تفاعلشون رو گرفته باشن. مرسی که با ما بودید امشب، امیدوارم در برنامه‌های آینده در خدمتتون باشیم. مرسی از بینندگان عزیزمون هم که امشب با ما بودن. تا برنامه آینده و یکی دیگر از قسمت‌های برنامه یک نوا یک خاطره، در خدمت شما عزیزان هستیم. خدا نگهدار.